در ادامه بحث آموزشیمون خب رسیدیم به نحوه استفاده کردن از قالب های چی؟ وردپرسی. ببینید تا دلتون بخواد ما قالب وردپرسی داریم، واسه انواع حالت ها داریم. میرید ببینید، من یه سری سایت ها بهتون میدم، مثلا سایت از از نسبت معروفیتشون هم یا وردپرسه، طبعا معروف ترین سایتی که در زمینه آموزش، دانلود، رایگان، این همیار ورد هم آموزش های خیلی خوبی داره، هم ببینید آموزش های رایگان خیلی زیادی داره. بعد قالب ها، ببین انواع قالب ها داره، نگاه کنید خیلی هم قالب هاش هم بیشترشون، چون قالب هایی که ماره مثلا یکی دو سال پیشه خودشون رایگان میذارن روی سایت خودشون. ببین قالب های فروشگاهی داریم، نگاه کنید انواع شده، هم میتونید دموشون رو ببینید، مثلا ببینید میخواید اینو بنگاه کنید، مثلا یه سایت فروشگاهی فارس پیش نمایش رو میزنید به شما دموش هم چیکار میکنه اینجا نشون میده. نه تبلیغات مبلیغات مثلا از اینا در مسائل میکنن، اما به یه سایت نگاه کنید همه امکاناتش رو داره، در حالی که خودتون میخواستید اینو بنویسید ببینید چقدر وقت میبود. خب یا مثلا بریم روی قالب های انواع قالب، مثلا میخوای واسه شرکت خودتون یه قالب بزنید، قالب های شرکتی داریم، مثلا قالب های شرکتی و فارسی مثلا فلان. اکثرش هم چیکار کردن اینا خودشون؟ خب ببین پوری این یا رایگان رو بذار ببینیم پیش نمایش آندرلاین، میتونید پیش نمایش آندرلاین هم بزنید و قالب ها رو چیکار کنید ببینید این قالب های چند منظوره داره و اینا. خب یا مثلا قالب های چند منظوره داره، بیشتر من توصیه‌ام اینه اگر میخواید تازه شروع کنید و قالبی بخرید، حتما قالب های چی بخرید؟ چند منظوره بخرید. از قالب های چند منظوره الان توضیح خواهم داد، معروف ترینشون چی هستن، اینا رو بهتون توضیح خواهم داد. فقط فعلا یه نگاهی میخوام بهتون بگم که ببین شما برای هر کاری ببینه قالب های مختلف داره. خبری مثلا میخوای یه سایت خبری راه انداز کنه، فعلا این چند منظوره رو در ذهنتون داشته باشه. با قالب ببینید مثلا قالب های فروشگاه فقط واسه فروشگاه خوبه، یعنی دیگه تو نمیتونی دست بسته است نمیتونی قالب فروشگاه تبدیل کنی به قالب خبری، این خیلی سخته. مهمترین چیز در کار کردن با وردپرس یادتون باشه، اولین و مهمترین قدم انتخاب قالب خوبه. شما قالب خوبی رو پیدا کنید که کارهای خودتون رو ساپورت کنه خیلی راحت میشید. اما دیگه نه اینطوری نمیشه که بگید من یه قالب فروشگاهی میخرم بعد اینو میتونم خودم عوض کنم خبریش کنم، خیلی سخته. به خاطر همین توصیه اینه اگر میخواید نمیدونید که یه قالبی رو میخرید، ممکنه بعدا این قالب رو بکنید فروشگاه، ممکنه این قالب رو بعدا خبری بکنید، وبگاه بکنید، تکنولوژی بکنید، یا مثلا فروش ویدیویی رو اندازه کنید، یا سایتی دانلود رو اندازه کنید. چون نمیدونید بهتره چی رو انتخاب کنید چند منظوره. اگر نمیدونید قالب های چی رو انتخاب کنید چند منظوره. ببین انواعش رو داره این سایت همیار وردپرس، سایت راکت هم در حقیقت معادل همین هستن، فکر کنم یه شرکت هم هستن، این سایتی داریم راکت. ببینید توی انتخاب سایت معرفی خود سایت خیلی مهمه، اینا که من دارم به شما معرفی میکنم راکت وردپرس خیلی کمکتون خواهد کرد. این راکت وردپرس خب جزء سایت هایی هستش که همین درگه برید بکنم ما همون مجموعه همیار وردپرس اینا هستن، یه مجموعه هستن اینا. به اینجا خیلی هاستای رایگان چیز قالب های رایگان خیلی زیادی داره، اکثرشون هم فارسی شدن. خب میگید چرا اینا رو میزنن رایگان؟ دلیلش اینه که یکی دو سال دیگه خب اینا اولا میارن نسخه جدیدتر اینا رو میذارن، بعد همین قالب های هم میذارن یه سری تبلیغاتون هم توشون میذارن که شما میبینید دیگه، از اینا در مسائل چیه؟ در مسائل داره. خب این از این راکت هم هستش. اما واسه شروع شما من پیشنهادم گفتم دیگه، واسه شروع برید روی سایت ابزار وردپرس، سایت ابزار وردپرس واسه کار شما، شروع کارتون، چون یه سایت خیلی خلوتیه و افزونه ها و پلاگین های چیه خیلی خوبی داره، ما آقای مهند چربین پور هستش. حتما توصیه هم اینه شروع کنید، گفتم بهتون درست این دوره رو دارید میبینید و اینا، اما این یک آموزش اینها
آموزش جامعه وردپرس رایگان داره، واقعا آموزشش عالی هستش. حتما من خودم اون موقعی که میخواستم وردپرس رو شروع کنم یعنی با ویدیوهای همین آقای جبین پور مثلا چند سالش پیش دیگه کارم رو شروع کردم. خیلی ویدیوهاش خوبه، حتما شما هم توصیه میکنم که این ویدیوها رو چکار کنید، نگاه کنید. اینا که همزمان موازی با همین دوره، چون من زیاد به مفاهیم توری و بحث‌های جانبی دیگه وقت نمیذارم، چون بیشتر میخوام پروژه رو بسیار عملی و پروژه محور بریم جلو. خواهش میکنم که اگه میخواد این ویدیوها اینو چکار کنید، یه نگاهی بهش بندازید. خب خوبی این سایت اینه که اومده واسه هر دکه کنید قسمتی، چون چقدر دستبندش کمه، گارپ ها بهترین گارپ ها رو گذاشته. یعنی این آقای جبین پور که چندین سال هستش خودش در زمینه وردپرس، یک جز اساتید بزرگ ایران محسوب میشه و خیلی سایت داره خودش. خب این اومده خوبیش اینه که دسته بندی کرده واسه شما. این اومده مثلا تو گارپ های فروشگاهی بهترین گارپ فروشگاهی ها رو انتخاب کرده. تو چند منظوره تو اونجا دیگه زیاد بود، تو یعنی هم یا وردپرس تو راکت خیلی زیاد بود. این زیاد بودن باعث چی میشه؟ سردرگمی کسی میشه که تازه میخواد شروع کنه. اما این سایت ابزار وردپرس خوبیش اینه که آقای جبین پور زحمت کشیده، چیه؟ اینا رو دستبندی کرده، خیلی پشتیبانی خوبی دارن. اگه زنگ بزنید خیلی خوب ساپورتتون میکنن. من خودم چندین افسونو چندین گارب از اینا کتابا گرفتم، پشتیبانشون عالی هستش. زنگ میزنی خیلی قشنگ راهنماییت میکنن. اگه به مشکل خوب به تاریخ حدی است که شما اگه به مشکل برخورید، ریموت میگیرن خودشون با شما نصبش میکنن، کمکتون میکنن که مشکلاتون چی بشه، برطرف بشه. ببینید من واسه شروع این آموزش گارپ من گفتم چون میخوام چند منظور رو یاد بگیرید، من پیشنهادم گارپ های چند منظور است. تو این گارپ های چند منظور دو تا گارپ خیلی از همه معروف داره. نگاه کنید، یکی این گارپ منظور ایمپرازار هست، خب، و یکی زیفایره. ایمپرازار قبلا این بود، یعنی اکثرا از این استفاده میشد، ایمپرازار استفاده میشد، ایمپرازار. اما الان دیگه از چی استفاده میشه؟ بیشتر از این گارب زیفایر استفاده میشه. اگر میخواید یه گارب چند منظوره رو یاد بگیرید که باهاش بتونید هر کاری در وردپرس بکنید و همه چیز رو داشته باشه، من توصیه‌ام اینه که گارب چی بخرید؟ این گارب زیفایر رو برای خودتون هر کنید. بعد نگاه کنید ما سایت های مختلف خب همین گارب ها رو میفروشن. سعی کنید گارب هایی رو که میخرید نگاه کنید اورجینال باشه. این اورجینال بودنش خیلی مهمه، چون در اورجینالش آپدیت میشه، میتونید به راحتی آپدیت هاشو انجام بدید. نه و وقتی از یه نکته هم بهتون بگم، اینا رو که از یه شرکتی مثل ابزار وردپرس میخرید، اینا هر دفعه آپدیت میاد خودشون به شما ایمیل میزنن که ما آپدیت های این بسته رو گذاشتیم فلان، شما به خودتون چیکار کنه دانلود کنید. یه سریش آنلاین آپدیت میشه، یه سری آپدیت های دستی هم بهتون چیکار میکنه خودشون میدن که به راحتی میتونه از روی این آپدیت انجام بده. چرا دارم این همه وقت میذارم روی گارب؟ نگاه کنید گارب مهمترین چیز توی وردپرسه. شما وقتی میخواید سایتی رو شروع کنید به وردپرس، من توصیه اینه که یکی دو هفته اول وقت بذارید فقط دنبال چی بگردید، گارب خوب واسه سایت خودتون بگردید. اما واسه شروع کارتون هم سعی کنید از گارپ های چند منظور استفاده کنید. ایمپرازا و زیفایر از همهشون معروف‌تر هستن. اینی که دارم من میگم تنها حرف من نیست، چون من با بیشتر دوستانی که در زمینی هستن وردپرس در سطح کشوری معروف هستن اینا صحبت کردم. اکثرا واسه گارپ های چند منظور این ایمپرازا و زیفایر رو میگن. چند سال پیش ایمپرازا بود، اما الان اکثرا همشون میگن زیفایر. ببینید واقعا هزینه هم که زدن این مفته ها. یعنی شما میتونید با این گارب کاری رو بکنید، یه سایت مثلا شب 50-60 میلیونی رو میشادن با 129 هزار تومن چگاهی کنه سراترش رو رم زد و پشتیبانی آری هم داره. آموزش هاش هم از نگاه کنید توی همین سایت، آموزش های نصب و اندازه زیفای این هم چی هستش وجود داره و میتونه ازش چیکار کنید استفاده کنید. صدا داره میره، یه لحظه اجازه بدید. درست شد. خب ببینید یه لحظه آنتنمون کم شده و بخواه همین نه کنید. یه نکته هم در مورد این بگم، این زیفایه، این زیفایه همزمان با خودش اگه برید نگاه کنید بخونید، خیلی چیزا هم با خودش داره. مثلا ما گفتیم دیگه دو تا صفحه ساز معروف داریم، مثلا ایلمنتور و ویژوال کامپوزر است. اینا رو چیه؟
خودش تو خودش داره یعنی، بعد هم بیشتر افزونه هایی که واسه شروع کار شما لازمه خودش توش داره. این گاهی پای چند منظور خوبیش چیه؟ اینه فروشگاه داره، ورکاماس داره، همه چیز خودش توی بسته چیه، یعنی با این میشه هر کاری رو که دلتون خواست توی وردپرس میتونید انجام بدید. خب بریم ببینیم این آپلودمون تموم شد یا نه. بذار من گذاشتم سرور این آپلود بشه. بله تموم شد. بذارید من نشد، خطا داده بود. کجا پیداش کنه؟ نکنه وا دوباره قاطی کرد. خب ببین آپلودامون تموم شد یا نه. زحمت میکشید میرید از این سایت، خب کار به زیفای رو تهیه میکنید. اگر بخواید اولش هم میتونید با ببینید گفتم دیگه یه سری گارپ های نار شده هم هست، من توصیه نمی کنم. گارپ های نار شده ببینید، گارپ های نار شده وردپرس ببینید، دانلود گارپ های نار شده وردپرس ببینید، یه سایتی هست به نام نارکس. خب بس یادگیریتون خوبه، اکثر گارپ هایی که من اینجا نشون دادم بهتون پویه خب توی نارکس رایگانش هست، اما اینا بهتون بگم اینا توشون رفتن دستکاری شده دیگه، یعنی رفتن توشون یه کاری کردن که اون بحث لایسنس و اینا چیه دیگه وجود نداره روشون، یادتون باشه رفتن توش دستکاری کردن یعنی کرکش کردن. این یا به گور یادتون باشه توی وردپرس بحث افزون های کرک شده یا گارپ های کرک شده میگن نار شده، یعنی اینا میگن یه جاهایشون نار، اینه ها نار کامپیوتریه منظور نکنه نار، اینه یه سری جاهاش رو پاک میکنن و بهش میگن نارش کردن. خب اما اینا واسه سایت های عملیاتی و اینا خوب نیستن، تو میبینی هکر اینا میان یه چی کد بوت توشون اضافه میکنن و میبینی یه سایت آپلود میکنیم نه کل اطلاعات رو میدزدن، خیلی براتون مشکل پیش میاد. واسه یاد گرفتن و بحث های آموزشی اینا میتونی از این سایت های از این افسونه میخواد. خب میخواد با یه افسونه سر کار بیان پول نداری مثلا اولش بگیریش و اینا، خواهد نارش رو پیدا کن باش کار کن یاد بگیر. موگی که میخواد ببری سایت هست حتما برید از سایت هایی که محصولات اورجینال میدن. من ببینید همیار وردپرس هستش گفتم، بدون راکت هستش، این سایت ابزار وردپرس هستش، یکی هم بود وردپرس یار هم هست. اینا رو من چون از خیلی آدم ها پرسیدم سایت وردپرس یار هم هست، این هم از راز نماد اعتماد دارن و اینا، میتونی راحت با خیالت ازشون چیکار کنید، افزونه ها رو خریداری کنید ازشون استفاده کنید. یه دکتری هم بهتون بگم هم یا وردپرس معمولا میاد همون افزونه هایی رو که اینا تو سایت های خودشون هست میاره با یه تخفیفی هم میذاره رو خودش، دقت کنید چون تعداد بازی همیازی از اینا میگیره میذارید اون قسمت. اما من فعلا واسه توصیه شروع کارتون همین سایت ابزار وردپرس های جبین پرو توصیه میکنم. اما ناشده‌هاشون از میدید از این ناشده هم چیکار کنید استفاده کنید، اون افزونه رو میخرید مثل که من خریدم، اینو چیکار میکنید دکنه لایسنسشون واسه یک سایت هستش، شما که میگیرید اینو میتونید توی چندین جا نصب کنید کار میکنه، اما فقط به یک سایت پشتیبانی میدن، یعنی شما یکی از اینا رو بگیرید فقط یه سایت هستش، اینطوری نیست که شما در چندین سایت بتونید نصبش میگیرید، این 120 میتونید توی یه سایت نصبش کنید ازشون استفاده کنید. خب من اومدم اینو روی هاستینگ هاست خودم چیکار کردم، نگاه کنید زماندار هستم، نه خود لایسنس که نه، لایسنس رو میزنید اصلا زمان نده، اما پشتیبانی این که شما هزینه 129000 تومان مثلا اینجا زده بود میدید، یک سال بهتون پشتیبانی میده، یعنی آپدیت هایی که بهت میده تا یک ساله، یک سال دیگه آپدیت بهتون نمیده. تا یک سال مشکل داشته زنگ میتونید بزنید پشتیبانی میده، وگرنه سایت وای نمیسه و آپدیت نمیشه. خب تو آپدیت هم نشد خودتون میدونید دیگه، یه سری بحثای آپدیت نشه خیلی مشکلات دیگه. آپدیتی که بهتون میگم کرنل وردپرس خودش جداگانه آپدیت میشه، اون آپدیتی که به شما گفتم همیشه کرنل وردپرس آپدیت کنید، گاره بگه جواب داد لازم نیست که آپدیتش کنید، بذار بمونه. خب این هست، ببینید اینو فایل رو من آپلود کردم، همه گاره پای معروف دوتا فایل دارن، اگه دقت کنه که زرین باشن زود متوجه میشه هر فایل چی هستش، دوبلیکیتور مونه دیگه، از گارپ با فایل دومی پک درست کردن، بهش میگن پک تم. شما تم ها رو دو جور میتونید نصب کنید، یا گارپ ها رو میتونید دو جور نصب کنید،
یکی برید دستی از داخل وردپرس که بهتون یاد دادن نصب قالب نصب کنید، یکی هم که پک نصب کنید. من توصیه‌ام اینه که همیشه پک نصب کنید، یعنی وقتی میخواید نصب کنید توی جداگانه نرید نصبش کنید، چون اینا هر قالبی یه سری افزونه های کنار خودش هم داره که تنظیم خود افزونه اذیتتون میکنه. وقتی میخرید قشنگ فرصت بذارید یه قالب خوب پیدا کنید که کاملا کارتون رو پوشش بده. از چند نفری که این قالب همینجا مینویسه دیگه مشاوره بگیرید، یه قالب خوب که چند اول تو انتخاب قالب قالبی رو بخرید که چندین سال استفاده میشه، معروف شده و همه باش کار کردن که به گورش در اومده، مشاوره به بعد قالب انتخاب کنید. این زیفایر رو من توصیه میکنم که خیلی جواب میده. ببینید این زیفایر رو انتخاب میکنید، دوباره من که دیگه همون بحث اکسترکشنش زمان نبره دیگه، میخوام اینجا اکسترکت دستی انجام بدم، میگم اکسترکتش کن دستی این قسمت. اگه این دفعه داره طول میکشه دلیلش اینه که این مقدار چیه حجم فایل زیاده. ببینید فایل 115 مگ هستش. یه لحظه تا این زیپوش انجام بده، من اگه ویدیو طولانی نشه اینو استوب کنم. آ شد. خب ببینید اکسترکت انجام داد، میای من روی هاستمون جواد جان جی دات آی آر اینیس داره دات پی اچ پی. خب ما یه سایتی هم زدیم داریم آروم آروم روش کار میکنیم، یه سایتی هست به نام سکیوریتی کودینگ دات آی. این سایت صرفا فقط واسه بحثای برنامه نویسی امنیت هستش، برنامه نویسی جاوا سی شارپ پی اچ پی و امنیتش، یعنی در زمینه امنیت برنامه نویسی هستش. واسه کاربرایی هستن که چی هستن، معمولا حرفه‌ای هستن و خوان کار کنن، بحث امنیتی رو بیشتر روش تمرکز پیدا میکنیم و آموزش های براتون میذارم تو اینجا که بیشتر در بحث چی هستن آموزش ده. تازه داریم چیکارش میکنیم، داریم ویدیوهاش اکسترش ضبط کردم، دارم آروم آروم سایت رو اندازی میکنم. میتونه اگه خواستید از این بحث آموزشی هم چیکار کنید، اما برای کار برای معمولی و متوسط من پیشنهاد نمی کنم، به درد کسایی می خوره که دیگه حرفه‌ای شدن و اینا میتونن از این سایت استفاده کنن. خب دقت کنید این از این accept. خب ببینید یادتون باشه آپشن رو میزنید، میزنید روی manual extraction، next رو میزنید، خب دیگه این قدر فکر کنم این کار انجام دادم. امروز حفظشون هیچ کار باید بکنید، میاید توی قسمت سی پنلتون توی پایگاه داده هاتون، خب زه دیتابیس یه دیتابیس میسازیم به نام زیفایه. حتما لازم اسمش زیفایه باشه، اما چون من میخوام اون قسمه با هم قاطی نشن اسمشو میذارم چیه زیفایه. خب این یوزر زیفایر هم میسازیم، میگیم برامون پسورد جنریت کن. ای بای من کپیش نکردم، سر کپیش کنم این پسوردمون، بذارید کپی رو بزنیم و یوز پسورد. خب کریت یوزر، یوزر رو ساخت. بعد میایم چیکار میکنیم؟ الان میبینید در یک چشم به هم زدن یک سایت کامل با همه امکانات برای شما ساخته میشه. Make change، این هم دسترسی رو دادیم. خب بریم الان ادامش. خب دیتابیس اسمش چی بود؟ خب این میشه وکال هاست، توضیح دادم این از راز اون PHP که در اونجا اجرا میشه. این چیه؟ وکال هاست هستش. دیتابیس چیه؟ اینه. یوزرمون چی بود؟ من توصیه اینه حتما از هاستینگ های استفاده کنی که سی پنل هست. سی پنل خیلی وقت هست و جوابشو پس داده، اما از امنیتی اینا خیلی خوبه. پسورد هم که اینجا سیوش کردیم. خب کنترل وی. یکی از دوستان میگه من پسوردم میافته میان هکت میکنه. من خب فکرم تو هفته حداقل واسه فقط پی اچ پی و وردپرس فکر کنم 5 دوره دارم، هر دورم این دا نصب میشه این را اندازه میشه. این سایت چیز هستش، سایت آموزشی هستش، هی پاکش میکنم و این نصبش میکنم.
هاست اصلی ما اگه خواستید فروشگاه اصلی چی هسته؟ securitycoding.ir هستش. میتونی از اینجا واسه آموزش های اینا آموزش های اینا. خب یه سری شو که خب آموزش های رایگان روی چی هستش؟ آپارات هستش، میتونی از آپارات استفاده کنید. خب دوستانی که تو ایران هستن از آپارات، دوستانی که تو ایران نیستن الان تو یوتیوب هم برید، ما یه کانالی زدیم تو یوتیوب به نام جواد جهانگیری. تو یوتیوب هم بزنید سایت اینو میاره، یا حتی تو بزنید اینترنت جستجو کنید سکیوریتی. ببینید رو سوش هم کار کردم امروز، سکیوریتی کدینگ دات آر هم بزنید دوستان نگاه کنید، این سایت خود ما رو که میاره. ببینید کانال یوتیوب هم چیه داره میاره، ما محسن فنی و اینا. اونایی که تو ایران هم نیستن اگه دوست و آشنایی دارن میخواد از ویدیوها استفاده کنه، خارج از کشور هم میتونه از کانال چی استفاده کنه؟ یوتیوبی ما استفاده کنه. خب آموزش های رایگان هم تو آپارات هست هم تو یوتیوب هست، اما آموزش های خب حرفه ای و امنیتی در زمین امنیت برنامه نویسی و اینا با گراش فقط امنیت برنامه نویسی، اینا امنیت شبکه، برنامه های امنیتی سی شارپ، جاوا، پی اچ پی، تو این فروشگاه آموزش هاشو براتون میذاریم. خب ببینید اینم رفتیم که رفتیم. خب تست بکنیم دیتابیس رو چی شد؟ پسورد من کپی یه بارم بزنم دوستان یه بشقه برخوردیم an error database connection. چرا؟ یوزر مگه این نیست؟ بذار دوباره من دسترسیش، بعضی وقتا این دسترسی درست نمیره بشینه. خب دسترسی هم که دادیم، بس فقط در تنها چیزی که به نظر من ممکنه مشکل پیش بیاره چیه؟ این پسورد اون باشه، چنج پسورد. خب پسورد جنریت بذار کنترل سی آی کپی یوز پسورد چنج پسورد. خب پسورد چنج شد، دوپلیکیتور کنترل وی رو کار هست. یه بارم تست بگیریم. ببینید پسورد اشتباه کپیس کرده بودم. خب نیکست، اوکی، رفت روی نصب. نصب یه دوستان یکم طول میکشه چون فایل زیاده، یه منجا طول میشه. امروز این سایت رو سفیدمون کرده، سریع کار میکنه سیپنه. خب یه اسم بهش میدیم 207، پسورد بهش میدیم، ایمیل بهش میدیم 207.ir@gmail.com، نیک نیممون هم دکتر چه 207. بزنید می اسمایی بذارید اینجا که روی رقاب حدس باشن. میخوام این دارم ادمین مدمین نمیزنم چون ادمین همه میدونن. اسمی بذارید که قابل پیشبینی نباشه. جهانگیری و نیکست. امروز واقعا سیپنه کار میکنه، میدم تعطیل شروع نیست سرورشون، خواهد عوض جلسه قبل رو در بیاری اذیتمون کرده. فکر کنم اونجا شیر رو باز کردن، گفتن به این سرویس زیاد بدیدن. خب این از این ببخشید دوستان. خب ببینید اومد بالا، اولین کاری که میکنید گفتم وارد که شدید میرید تو قسمت افزونه ها. الان ببینید وارد پلاگین که شدید، اینو نشونتون بدم، برید تو پیشخان نگاه کنید، اینجا یه چیزی گفته بود نصب کنید. اولش کجا رفت؟ آینه ببینید اینو نصب کنید اولش. این اولین کاری که باید انجام اینه که اینو چیکار کنید؟ نصبش کنید. حتما وارد شدید، این هم ویژه کامپوزر رو داره نصب میکنه، اسمش تازگی عوض شده، یه اسم دیگه شده. اول کاری که باید بکنید اینو چیکار کنید؟ نصبش کنید. بعد که نصب کردید تمام شد، بیاید تو افزونه ها، خب بزنید
به حوزه ثانی هایی که در دست هستن. اینو بزنید و بیایید این قسمت به حوزه ثانی رو انتخاب کنید و اجرا بزنید. به حوزه ثانی ها براتون چیکار کنه انجام بده. ببین دونه دونه داره ووکامرس. بعد اینکه به روز رسانی شد به شما پیغام میده که دیتابیس ووکامرس یه افزونه ایجاد فروشگاه هستش. میبینید یه افزونه ای هست توش همه چیز رو داره. نوع فروشگاه بسازی چند منظور هستش زیفایه. پس اول نصب کردید میاد ویژوال کامپوزر رو نصب میکنید که صفحه سازشه. بعد میاد تو قسمت افزونه ها میزن افزونه ها چی بشه؟ آپدیت بشه. بعد که افزونه ها آپدیت شد اومد بالا معمولا ووکامرس یکم طول میکشه. بعد آپدیت که شد ووکامرس معمولا میگه دیتابیس هم چیکار کنید به روز رسانی کنید. فرصت بدید این کار انجام بشه. ببین ووکامرس هم چی شد، ووکامرس هم چی شد، آپدیت شد. بعد میاد تو قسمت بازده سایت نگاه کنید. الان سایتو اینم سایت دوستان، یک سایت کامل با تمامی امکانات در 10 دقیقه خیلی کامل ها. یعنی ببینید من جلسه بعد بهتون توضیح میدم چقدر. ببین اولا چند تا براتون دموی صفحه اولیه میده. ببین صفحه اولیه اصلی، صفحه دو رو نگاه کنید. این صفحه دو، این صفحه اصلی سه نگاه کنید. خب و یه نکته ببینید این فونتاش الان دقت کنید یه مقدار فونتاش چیه نصب نشده. یعنی وقتی پک رو نصب میکنید یه مقدار مشکل داره فونتاش چیه نصب نشده. بذار بهتون بگم فونتا چطوری نصب میکنید. دوستان اگر به این مشکل خورده نگاه کنید الان بگم تو پابلیک HTMLمون این چی شده، اینجا نصب شده و آماده است. میاد تو قسمت WP Content، تو قسمت تم، تو قسمت چی؟ زی فایل. ببینید یه سری فایل ها اینجا چیه داریم. نگاه کنید. میاد چی کار میکنید؟ میاد آپلود، سلکت فایل. زی فایل خودش علاوه بر این قسمت فول پکش یه دونه داره به نام نگاه کنید. فکر کنم یو اس کورشه. نگاه کنیم. کنم بذارید یه لحظه توشو یه نگاهی بکنم. نه این قسمته. نگاه کنید بذارید زیپ کنم. یه انگامی که میگیردش یه فایلی داره بغلش، یه آپدیت دادم بهش واسه این فایل های فارسیش. اینو میزنید بذارید آپلود کنه. خب آپلودی که انجام داد روی هاست ما WP content توی تم تو زی فایل کجا بودش کردیم دوستان؟ زیپو کجا زدم؟ توی تم زی فایل زدم دیگه. زیپو آینه ها جهت چندشون نمیده ریود باید فکر کنم آمد. خب نگاه کنید این فایل زیپو تو کجا ببینید اومدم تو قسمت WP content تو تم توی زیفایه این زیپو گذاشتم اینجا. این زیپو آپدیته که این فونت مون درست شده. این رو اکسترکت میکنم تو همین قسمت. نگاه کنید اکسترکت میکنم تو پوشه یه ببینید تم زیفای اکسترکت. این رو نویسی میکنه. نگاه کنید کروز یه بار ریلود میکنم تگاه تو چیکار ها نریخ که توی این ببین اول پوشه دو گیخت. خب
بذار اینا رو من در بیارم از پوشه، بگم آقا یه سلکت آر ریخت تو پوشه. متاسفانه نگاه کن، میگیم آقا موش کن تو روی زی فایر. خب ببینید چه اتفاق افتاده بود، من زدم تو دبلیو پی کانتنت توی تما، تو اینجا نصب میشه دیگه زی فایر، من زدم یه پوشه خودش درست کرد، اینا رو من موو کردم توی پوشه بالایش، یعنی یه دونه پوش اومدم چی اپلیور کنم، یه دونه اینو باید الان دوستان پاکش کنم. خیلی ساده است، یه فیلفای داده آپدیت همین، اینو بریزید تو این، نگاه کنید الان این سایت ما بود دیگه، اینو یه بار ریفرش کنم ببینه فونتاش مشکلش چی شد. هر شد نم صفحه مثلا اصلی رو بزنم، ببین نوشتارم فونتاش و مشکلشون چی میشه. این آپدیت میدم بهتون هر بار، مثلا هر چند ماه یه بار واسه تنظیمات امنیتی نشتی یه سری آپدیت ها بهتون میدن که این مشکلات فونت و اینا چی شده روشون هر شده. ببینید نکنید فونت و اینا روشون هر شد. خیلی صفحه متنوع داره واسه هر کاری، انواع صفحات صفحات یعنی آماده، شما کاری گرار نیست فقط تنظیماتش انجام میدیم. ببینید درباره ما، خدمات، تیم ما، تماس با ما، نمونه کارها. ببینید مثلا میخوای با تصاویر کار کنم، بیاید نمونه فایل تصاویر داره به مدر 70-80 تا فقط صفحه داره، نگاه کنه تصاویر داره، وبلاگ میتونه درست کنه چند زبانه، ابزارها، خیلی فروشگاه. ببینید من باش فروشگاه هم بسازید، همه چیز خودش داره، نم آماده فروشگاهش و اینا. خب که در جلسات بعدی شروع میکنیم آروم آروم زیفای رو بهتون چیکار میکنم، کار کردن باهاش رو چطور این صفحات رو کاستومایز کنیم، سفارش سازی کنیم، اینا رو بهتون در جلسات بعدی چیکار میکنم آموزش میدم. خب پس این جلسه چیکار کردیم، اومدم یه مقدار در مورد پلاگین ها، در مورد گارپا بهتون توضیح دادم، گارپا چند نوع هستن، خبری داریم، فروشگاهی داریم، مثلا ویدیویی داریم، آپلودی داریم و اینا، اما یه سری گارپای هستن بهش میگن گارپای چند منظوره که میشه باش همه کار انجام داد، که ایمپرازا و زیفایر از همشون چی بود مهمتر بود. از زیفایر بحث تو بحث زیفایر آپلود کردیم روی هاست خودمون، مثل نصب دوبلیکیتور بود که تو ویدیو قبلی بهتون گفتم، اومدیم این از زیپ در آوردیم، یه دیتابیس ساختیم، مراحل نصب دونه دونه با هم رفتیم جلو و این چی شد برامون مراحل نصب رو انجام داد. بعد که مراحل نصب رو برامون انجام داد و اینا، اومدیم نصبش کردیم، فقط یه نکته، یه آپدیتی دادم برای این بحث فونت و اینا که این آپدیت رو باید بیاری تو پوشه WP content داخل پوشه تم، تو داخل روی فایل های زی فایل چکار کنید، رو نویسی کنید. اینا رو دوباره رفتم کپی کردم روی اون فایلاش که مشکل فونتیناش هم چیه برطرف بشه. یه کار به چند منظوره هست، گفتم از سایت ابزار وردپرس میتونید هم آموزشاشو تهیه کنید و هم امکاناتشو کاملا براتون توضیح داده، امکاناتشو بعد فایلاشو و واقعا گارپا قدرتمندی هستش. سرعتش ببین توی گارپا، یه سری گارپا معروفن رو سرعت، زیفای جزو گارپای چی هستن سریع هستن که سرعتشون هم چیه زیاد هستش و روی خیلی مجموعه های بزرگی تست شد و جواب داده. خب فکر کنم واسه این جلسه همون چیه کافی باشه، به امید دیدارتون در جلسات بعدی و مثل همیشه کنجکاو باشید دوستان، خسته نباشید.